با شما هستیم در بخش گم شده و امروز مهمان ما آقای نوراقا هستند که پسر خودشان را گم کردن و مهمان ما در بخش گم شده. سلام با شما، صبح بخیر، خوش آمدید. سلام به تلویزیون تولا. بسیار خوش آمدین. در کنار نوراقا هم فرزندشان است، مرتضی جان هم به خاطر پیدا کردن برادر خود آمدن تا باشه که برادرشان پیدا شوه. مرتضی هم در سفر بودن و کمی میشه از بچه تان قصه بکنین. از امید؟ امید جان به کجا گم شد؟ امید جان به هندوستان گم شد، دلی نو لاشپت نگر کستور با اونجا ما اتاق گرفته بودیم. مادرشم امروش بود. به چه خاطر رفته بودین هند؟ به خاطر مادرشم مریض بود، پشتای گردنش درد میگرفت و امید هم اگذره کم کم عصبانی میشد. در کلب کار میکرد، بچه خوب بود، نان ما را حتی نان ما را نمیخورد، خودش میره برای خود پیدا میکرد، شیر و همین چیزای ورزشی رو کلش خودش میگرد. بسیار بچه خوب بود. بله، و حالا هم گفتین که چشم تمام فامیل به تلفون هاست. بله سه، که چه وقت زنگ میاد، چه وقت خبر خوش از امید جان براتان میاد. بله سه، و همین چیزا با ما پلیسا گفت که تقریبا یک ماه ویزا گرفته بودیم بر یک ماه. بله. ای که در روز تیر شد گم شد. چی رقم بودم قصه گم شدنش؟ برآمد از اتاق، به خاطر چی برآمده بود؟ ما ای بچه یکم بازار رفته بودیم، یک چیز سودا و اونجا خو آشپزخانه و چیست، نان از هتل قیمت است. بله. ما رفته بودیم که سودا بیاریم از بازار. ای مادرشم ای دوای از امیدم گرفته بودیم، از مادرشم گرفته بودیم یا خواب بدن، اردوش استراحت بدن. اتاق قلف کده بود، مگم کلیش تو سعی قلف نبود، کلیش ورداره. خویی که بیدار میشه $100 از اون بکسه که مادرش میگیره و بیرون میبره. می بیرون برآمدن ما پرسان کردیم، ما بر ما زنگ زد یک همین ترجمان که سکس جیسنگ است از جلال آباد، ما را خو آدرس داد. همین یک زن ایراتی در شفاخانه روانی از این چیز گفت که اگر هندوستان میرین پیشینی آدم بره، پیشینی آدم بره. من عیس ترجمان به شما، من عیس ترجمان. ای آدم که ما دوارم گرفت، پیسای ما رو زیادتر میگرفت، ما خود نمیفهمیم، زبان نمیفهمیدیم. ای آدم مادر از ایره گفت $150,000 افغانی بتین که گردن تان پیش رگش عملیات میکنیم. باز همی نقصه از ایره گرفته رفتیم در شفخانه آپلو، نامی شفخانه است. او دکتر که دید گفت که این ترجمان هم دوزه است، اما دکتر هم دوزه است. گفت این کار نکنین. این کار خودتان کردید بردین؟ آه، ما خود مخب پت از یا بردیم. بازوا که گفت این ترجمان هم دوزه است، این دکتر هم دوزه است، این به دوا خوب میشه. بر شش ما دوا داد مادرش، بر شش ما امید دوا داد. بازی ترجمان که ما برخلاف شد و برای ما زنگ در بازار بدم که زنگ آمد، گفت که این بچه چی کجا هستی امید دقیقه؟ ما گفتم ما در بازار هستم. امید ترجمان زنگ زد؟ امید ترجمان ها از سکای جلال آباد است. ما که در اتاق آمدم مادر از این گریان میکرد که امید نیست. که پس آمدم پیش ترجمان گفتم امید بچه مختو به خاطر چی به ما زنگ زدی؟ گفت به خاطر از این زنگ زدم که احوالت بگیرم. ما گفتم نه بچه ما گم شده. پولوی دواخانه امید سک صرافی بود. این رفته بود که $100 هم ایده کنه. خب پولدار هم بود، پیسدار هم، یک دختر افغانی هم همینجا کار میکرد دمی دواخانه ازی. خب از امو بباد ای دمی لاشپت نگر دگر، دمی لاشپت نگر کستور باخ که هست، لاشپت نگر دم بازاری دواخانه داشت. باز ما همینجا یک نانفروش پرسان کردن، گفتم بچه مرا خودم بشناختی؟ گفتا گفتم امی کجا بود؟ گفت سونم دواخانه سکرف. و پلیس های اونجا را هم که پرسان کردیم، خود سک میگفت، میگفت اینجا نفر هاییست که 20 سال گم شده و 10 سال گم شده و پیدا نشده. و ما پلیس های اونجا را که پرسان کردیم گفت کد که برخلاف هستین که ما بچه تانه پیدا کنیم. پلیس اینجا که هست از افغانستان خوب است، یک دفعه دو دفعه اینجا گم شد. او امروزه گفت تا خانه نرسی، اوزه 11 رفته بود، زنگ زد که بچه 12 است. پلیس اونجا تا 14 روز، 15 روز، 20 روز
تا که دوسیش تکمیل نشه این فکر کو که از باغ بالا تا کارت مامورین خبر نمیشه کسی. ما خود ما کل جا را خبر دادیم، عکسایش چاپ کردیم، آدرس تلفن شماره کلش برش چیز کردیم و ماندین هم در این زیاد ماندین دیگه. در این دو ماه ماندیم، دو ماه دیگه، یک ماه دیگه هم ما وقت داد، ما راجستر پلیس شدیم از اینجا کردیم. باز یک جایش هست که نامش یادم رفته، در اونجا که میری راجستر میشی، باز اونم اونجا رفتیم، یک ماه دیگه هم تمدید کردیم. در دو روز ما تیر شد که ما بیاییم سون کابل، افغانستان وقت تکت رفت آمد گرفته بودیم، تکت ما مانده بود. باز در دو روز بعد پرواز داشتیم که طرف کابل به روز پنجشنبه بود که از می خانه برام. باز از امید دیگه هیچ خبر نرسید برش. هیچ خبر، هیچ چه مدت میشد از او وقت تا رفت؟ از او وقت تا بالا این 3 سال شد. این معلوم روز است. دمو وقتی که گمام شده بود ماه روزه. ماه مبارک رمضان. ماه مبارک رمضان. امیدوار هستم که در این ماه مبارک رمضان بخیر یک خبر خوش براتان برسد. تشکر، زنده باشی. و یک ایدتان دوید شوه. مرتضی جان شما این بوده امرای پدرتان و برادرتان امید جان؟ بله. امروز رفته بودین بر سودا گرفتن؟ بله. بر سودا گرفتن. باز گرفتین در دواخانه که رفتین گفتین نانوای گفت که در دواخانه رفته، باز اونجا رفتین پرسان کردین آمده بود تو میت نامده بود در دواخانه یعنی؟ در دواخانه که رفتیم نفر نبود، بازی آمد، ما گفتیم امی ترجمانی که هست، امی ترجمانی که هست، گفتیم امی بچه ما را توخ کت ما برخلاف شدیم و از دواخانه تام دوا نگرفتیم و خودت چطور میگی که در مساعد برای ما زنگ زدی؟ ایسو بچه هم گم شد، ایسو اون نفره که شایدی میته که در اینجا آمد، در مساعد تو برای ما زنگ زدی. او سک پیسدار هم بود، موتربان هم داشت، این امیر نمیفهم که یای را برده به خانه هش برای کار، یا ایست که موتربان خود گفته باشه که ببری در قطار لیر در یک شار دیگهش بره. و امید چند ساله بود از این بر ما بگوین؟ سواد داشت به خانه بنویسه یا شماره تماسش خانه را داشت پیش خود از یاد بود چی رقم؟ نه، امید 17 ساله بود، سواد نداشت، آدرس دقیق نمیفهمید. نمره تلفن هم برش نداده بودیم؟ نه، نمره تلفن هم برش نداده بودیم، نمیفهمید. خوب کت ما بود. یعنی حالت روانیش گفتین خوب نبود، کمه عصبانی میشد؟ اطور حالت روانیش خوب نبود، اطور میفهمید که نال یک کس دو برش میزد، یک کس چیز میگفت، زیاد چی دوا میکرد، جنگ میکرد. اطور اکی دیگه گم نمیشد، اینجا خانه خالش قرغه بود، خانه مامایش کوتل بود. در کابل هم شما گفتین که چند بار گم شده بود؟ در کابل در خورترکی هاش یک دفعه دو دفعه گم شده بود، باز گم نمیشد. باز در خانه می بود دیگه؟ باز در خانه می بود. چطور که سواد نداشت، مکتب نرفته بود؟ بله، در دواخانه هم در شفاخانه مکس که ما دوا گرفتیم که برش می گفتیم اینجا بشی دیگه، از اونجا شور نمیخورد، در اون قسمتی که گفتین اونجا بسیار افغانای ما و شما هستن، بسیار افغانا هستن و از او افغان ها جستجو کردین برشان گفتین که مثلا امید جان گم شده در اینجا؟ بله صاحب، بله، همی سکه که ما را برد، ما خود نابلد بودیم، ما خود زبان را نمیفهمیدیم. ما را یک جایی را برد که اونجا زیر سر اتاق ما زیرش از اونجا شراب زیاد میخورن، شرابی ها و چیز بود. ما بر از او گفتم که تو ما را اتاق ما را از اینجا تبدیل کن. یک نفرای خطرناک میامد، خطرناک بود دمو کوچه مثل این بعد ماشای فیلم آره همیت ویلگردا سو چیز بود. ما سر از امو اشتباهی بودم، ما گفتم این میا کلش کت از امو ارتباط داشت که تو یک جای صحیح ما را نبرده بود. باز ما همونجا یک بچه قیس است، نامش از امی افغانستان است، ترجمانه همونجا سیاس زن خود فامیل خودم برده. بر از اون زیاد گفتیم کتشون پولیدیم تا اندازه شد که پول پیسه ما خلاشت، هیچ چیز نمان برای ما. باز زیادتر همی مردم هایی که افغانی بود همی ها کمک کردن، خیر ببیند این ها کمک کردن که شما تا اونجا برسین که رای رای تان شود نان. در هتل که می رفتیم نان می خوردیم، در خانه خود چیز نداشتیم. باز همون هتل حساب ما را نمی کرد، پیسه نمی کرد. خدا خیرشان بده، خدا خیرشان بده و امیدوار هستم که امیدم به خیر یافت شود. و اگر افغانای ما شکر خدا زیاد هستند در شهرهای مختلف هندستان، اگر امید جان
دیدن و میتونن که با ما به تماس شوند تا ما با فامیلشان به تماس شوند. اگر اونا پیدا کنن، من یک مترک تکسی شاری دارم. من امور مفروشم، اتا یک جایی میشنم که یک خانگک دارم، امور گرو میکنم مفروشم که امو پیدا شم. ما شرنیشانم میتیم. تشکر. اینمی که پیدا شوه و هموطنهای ما مطمئن هستم که با غیرت تر هستن و میارن اونمو خوشی و دعایتان برشان همه چیز از در ایمای مبارک دیگه سم سفارت افغانستان بلی. در هندستان و ما یک همکاری نکد، یک رانمایی نکد که پاسپورت شما اونجاست. بله، ما تا پیش رئیسشان میرفتم، مرا نماندن، اجازه ندادن. خب بسیار تشکر. زنده باشین. سلامت باشین. سلامت باشین. وقفه میگیریم و بعد از وقفه بیننده بخش سرخط باشین.